ولی خامنه ای با قلق و غم همه جریان های خودی، مهره خودش یعنی رئیسی رو برای حداکثر انقباض و مقابله با قیام های آتی روی کار آورد. حالا بعد از گذشت نزدیک به 2 سال، سوال اینجاست که آیا رئیسی تونسته خواسته های خامنه ای رو برآورده کنه؟ علت این همه تغییر در دولت رئیسی چیه؟ آیا با تغییرات کابینه مشکلات جامعه حل میشه یا نه؟ مشکل فراتر از این حرف هاست. همراه میشیم با مهندس منصور رخشانی. به شما خوش آمد میگم آقای رخشانی. خیلی خوشحالم که تو گفتگوی امروز همراهمون هستین. همونطور که میدونیم خامنه ای با هزینه گزافی رئیسی رو به کار گماشت. سوال اینجاست که آیا خامنه ای فکر میکنید به خواستش رسیده؟ اگه اینطوره علت تغییراتی که در کابینه رئیسی شاهدش هستیم این روزا چی هست؟ با سلام به بینندگان تلویزیون ایران آزادی، تشکر میکنم از دعوت شما. بله، واقعیت اینه که خامنه‌ای برای روکار آوردن رئیسی همه افراد و جریاناتی رو که طی این 40 سال تو تمام جنایاتش شرکت داشتن رو قلقم کرد و از دور خارج کرد. چرا؟ برای اینکه رئیسی یعنی سرآمد همه جنایتکارا رو با 1000 ترفند و دوز و کلک قضایی و تبلیغاتی و امنیتی و اطلاعاتی از صندوق شعبده آخوندی انتخابات بیرون بکشه. ببینید آخه خامنه ای بهتر از هر کسی میدونست که برای بقای نظام در برابر دشمن اصلی که مردم ایران باشن به کسی نیاز داره که جلوی طوفان قیام مردم رو بگیره. و شما دیدید که اتفاقا در توی اولین سال بعد از انتصاب رئیسی خامنه ای با تندباد شدید از قیام دموکراتیک مردم ایران روبرو شد، قیامی که لرزه سرنگونی رو به جون همه ارکان رژیم انداخت. و چه جنایتایی که خامنه ای و رئیسی نکردن، از قتل و شکنجه و تجاوز و کشتار فراغذایی تا دستگیری ده ها هزار نفر و ناپدید سازی های قهری و کور کردن چشم صدها نفر از جوان ها. ببینید خامنه ای تصور میکرد که دولت جوان حزب‌الله فقط تخصص در قتل عام و کشتار داشته باشه کافیه. اقتصاد که به قول پدرخونده مسلکیش یعنی خمینی مال خره، با عرض معذرت. بقیه مسائل مشکلات اجتماعی هم که در خلافت جور و ظلم با سرکوب و اخیراً هم که میبینید که با گازهای سمی و شیمیایی در واقع قابل حله و کسی رو یارای ابراز وجود نیست. واقعا باید گفت بنازم به تاریخ، به تاریخ حرکت جامعه و به قیام خلق و قانونمندی های اجتماعی حاکم بر جامعه که با شروع قیام توی شهریور 401 همه معادلات سیاسی و اجتماعی تو ایران رو شدت و سرعت جدیدی بهش داد. بحران اقتصادی اجتماعی که خامنه‌ای پاسخی جز سرکوب براشون نداشته و نداره به اوج رسید و به اوج رسیده همین الان و سر بازی ایستادن نداره. و هر روز شما میبینید که همین حالا در نقاط مختلف کشور سر همین موضوع با کشتار و اعدام و دستگیری های مستمر مواجه ایم. ما همین 2-3 روز پیش بود که 2 تا کشاورز بیگناه به دستور خامنه‌ای توی متلقو کشته شدن. نکته قابل توجه اینه که این بحران ها از همون اول تا به امروز توی بالاترین نهادهای اجرایی کشور یعنی کابینه دولت رئیسی سرازیر شده و سرازیر میشه و از همون شروع پروسه حذف و ریزش توی درون نظام شروع شده بود. مثلا به عنوان مثال توی خرداد 401 اولین وزیر کابینه جلادان یعنی حجت الله عبدالملکی برکنار کرد. توی شروع قیام 401 رستم قاسمی سردمدار وعده پوشالی و اون طرح ساخت 4 میلیون مسکن استعفا داد. توی دیماه 401 رئیس بانک مرکزی رژیم توی هجوم تورم گسیخته و بالا رفتن دلار استعفا داد. توی ادامه این روند در ابتدای سال جدید سومین وزیر یعنی وزیر آموزش پرورش در حراس از شعله ور شدن اعتراضات معلم‌ها به استعفا داد. چون واقعا معلم ها هر روز تو خیابونا هستن و به جون اومدن، واقعا جونشون به لبشون رسیده. اخیرا سخنگوی دولت رئیسی روز 22 فروردین از حذف 4مین وزیر
یعنی وزیر جهاد کشاورزی خبر داد. رئیس سازمان برنامه بودجه و مدیر عامل صندوق موسوم به نوآوری و شکوفایی هم که معلوم نشد بالاخره استعفا داد یا برکنارش کرد. نتیجه این که خامنه‌ای نه تنها به خواستش نرسیده، بلکه الان رئیسی رو دستش مونده. یعنی واقعا آخه این آدم بی سواد و بی لیاقت و بی کفایت چیکارش می‌خواد بکنه؟ حالا رخشانی، شما اشاره کردیم به استعفاهای مختلفی که الان همین روزا، البته شما کاملتر گفتین، از ابتدا گفتین که چگونه بوده این روند، ولی سوالی که الان مطرح اینه که فکر میکنید با برکناری یا استعفای وزیران کابینه دولت رئیسی مشخصا گرهی از مشکلات مردم بالاخره باز میشه یا نه؟ خیر، هرگز. در پاسخ به این سوال باید بگم که ببینید، تو حکومتی که همه چیز بر پایه کشتار و شکنجه و تجاوز و زندان و غارت و چپاول بنا شده، تعویض و تغییر این مهر و اون مهر دردی از مردم دوا نمی کنه. چرا؟ برای اینکه خانه از پای بست ویران است، به قول معروف. آخه مشکلات مردم که یکی دوتا نیست. شما لطفا نگاه کنید توی کشور ما در کدوم موضوع، تو کدوم مسئله است که مردم مشکل موزل روزانه نداشته باشن توش. در خصوص مشکلات اقتصادی که واقعا وضعیت فاجعه باره. دستای دولت تو جیب و سفره مردمه. هر روز تورم و گرانی و دلار در حال بالا رفتنه. آقا 85% مردم زیر خط فقر قرار دارن. و درصد قابل توجهی از مردم از سطح زباله تغذیه میکنن. چرا؟ برای اینکه با حذف یارانه‌ها و خصوصی سازی خامنه‌ای، اینا دنبال حل و فصل کسری بودجه نهاد سرکوبگر و اطلاعاتی و امنیتی خودشون از جیب مردمن. به همین دلیله که از روز اول، نه امروز، تا این 40 ساله در همه قیاما، اولین خواسته مردم، اولین شعار مردم چیه؟ شعار مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور. شعار بعدی چیه؟ میگن اصل نظام نشانه است. و یا فقر و فساد گرونی، میریم تا سرنگونی. یعنی ببینید این مردمن که ریشه های همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی خودشون رو تو مشکل سیاسی میبینن. یعنی مشکل مربوط میشه به کل این نظام جهل و جور و جنایت و غارت و چپاول آخوندی، واقعا ناشی از مانعی به نام ولی فقی و این دستگاه فاسد و پلید و جهنمیش که مردم در تمام زوایای زندگیشون با آن با مشکلش دست به گریبونن. حالا لطفا شما خودتون بگید با این اوضاع و این نظام دوسالار، با این دستگاه سرکوب ضد انسانی و ضد بشری، مشکلات مردم با جابجایی چند تا مهره حل میشه؟ واقعا خیلی خنده داره. به همین دلیل هستش که مردم ایران برای این گونه پاسکاری ها واقعا پشیز ارزش قائل نیستن و خامنه‌ای و رئیسی با این تغییرات نمیتونن کاری از پیش ببرن. حتی یأس و ناامیدی درون نظام خود وارفته خودشون نمیتونن بپوشونن. مثلا شما ببینید خبر آنلاین سایت خبر آنلاین اخیرا نوشته که تغییر معاونان رئیس جمهور، یعنی مخبر و محسن رضایی، که سهل است. حتی اگر خود رئیسی هم برکنار شود فایده نداره. حالا چرا که دولت رئیسی آخرین فرصته در واقع. آقای رخشانی، شما اساسا تو صحبتاتون اشاره کردیم به این که خلاصه پایه و اساس این حکومت باید اینطوری گفتش که بر اساس غارت و چپاول گذاشته شده. من خواستم اگه ممکنه برامون فاکت ها و نمونه هایی هم که تو این رابطه وجود داره بیشتر اشاره کنین که بحث ماده تر بشه. بله، ببینین نمونه خیلی زیادی هستش. مثلا ببینید یکی از روش هایی که دولت رئیسی تصمیم گرفت که به اصطلاح کسری بودجه رو تامین بکنه، به گروگان گرفتن پول های مردم توی حساب وکالتیه. حالا این چطوری؟ توی اسفند 401 وزارت صنعت و معدن و تجارت دولت رئیسی فراخوان پیشفروش خودروهای وارداتی رو به ازای هر خودرو 500 میلیون تومان داد. تا پایان سال 120 هزار نفر از مردم هر نفر مبلغش در واقع کلش مبلغ 60 هزار میلیارد تومان رو به حساب وکالتی این دولت واریز کرد و در اختیار به اصطلاح دولت رئیسی و شراکاش قرار داد. حالا شما به ادامه ماجرا واقعا توجه کنید، یعنی به ادامه که ماجرایی که غارت خامنه‌ای و رئیسی واقعا چطوریه از مردم. بعد از این مدت اعلام شد که فقط 17 هزار میلیارد تومان به خرید
خودروهای وارداتی اقتصاد زده شده و 43 هزار میلیارد تومان باقی مونده هنوز به صاحبان اونو برگردانده نشده و در اختیار وزارت سمت دولت رئیسی قرار داره. اما وزارت رمز سمت در واقع اخیرا چی گفت؟ ادعا کرد که بانک مرکزی مسئول اصلی بلوک سازی این 43 هزار میلیارد تومان باقی مونده تو حساب وکالتی برای خرید خودروهاست و مانعی از این شده که این مبلغ به صاحباشون برگردانده بشه. یعنی دولت رئیسی مدت زیادی که از این پول رو برای آن استفاده میکنه و تا حالا مشخص نشده که این پول چه زمانی به صاحباش برگردانده خواهد شد. ببینین اینه این فریبا. ببینید که چطوری مردم در واقع چپاول میکنن. اونم روز روشن. نمونه دیگه بخوام بگم براتون از این روش ها، دست کردن تو جیب مردم هستش، دست بردن تو قیمت دلاره. مثلا تو اول اسفند ما همین 401 در واقع ما دیدیم که قیمت دلار یهو شد 60,000 تومان. خب دولت دلارش اینطور باقی، قیمت به فروش میرسونه. به این میگن دزدی. باور کنید خیلی از این مردم نون برای خوردن شب ندارن، شب گرسنه سر بالی میذارن. حالا جالبه که روزنامه حکومتی جوان در مورد مثلا گرونی چی نوشته؟ نوشته که عامل گرانی ها همکاران رئیسی هن. جالبه واقعا. و مافیای دولت ها که نفوذ داره. ببینید وقتی همون بحران سیاسی که من اشاره کردم تو سوال قبلی شما، یعنی بحران مشروعیت کل نظام، در واقع ببینید که چطوری به درون بیت خامنه‌ای می‌ریزه. یعنی که خودشون هم به باند مافیایی رئیسی و خامنه‌ای اینطوری اقرار میکنن. اینه که من گفتم در واقع مشتی از خرواره. بخوام بگم من تا 3 ساعت دیگه باید بشینم اینجا فاکت و نمونه برای شما بگم. بله بسیار سپاسگزارم از نکاتی که گفتین و مشخصا فاکت‌ها و نمونه‌هایی هم که در آخر صحبتتون گفتین آقای رخشانی. ممنون و سپاسگزار از همراهیتون با ما در این ساعت از گفتگو. منم تشکر میکنم از این فرصتی که به من داده شد. خیلی ممنون.